السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، برادران، مادران، استادان، پدران، امیدوار هستیم که همتون صحت و سلامت، سربلند، آباد باشید. برنامه صدای مردم را آغاز میکنیم و انشاءالله که طول 2 ساعت در خدمت شما دوستان خواهیم بود. چنان که برادر نسیم جان گفتند، تلفن های تماس در اختیار شما هستند. چند دقیقه از صحبت کوتاه شما می توانید زنگ زنید، تماس بگیرید و سخن دل خود را عرض کنید. رقم های وایبر، واتس اپ، ایمو 600+43 660 74 13 583 خواهند بود. و در این موضوع، در این برنامه امروزه، موضوع امروزه اون چی در پراگ گذشت. خوب، پیش از اون که برنامه را آغاز میکنیم، صدای آزادی را و اون یک بار دیگر گوش میکنیم و برمیگردیم. حاضر خواهین ملت، امام علی رحمان افامده سر امام علی دیکتاتور، امام علی دیکتاتور، امام علی دیکتاتور، خواهین ملت، مرگ بر رحمانو. خواهی نخواهی این شدنی هست. قوت اساسی در ملت هست. من بیدیارالی اینشا الاس هم از گوه ها میشد. زبز کن کره نرفته است.
خب دوستان عزیز، این چیزی بود که دو روز پیش یعنی یکمی دکمبر 2016 در سفر رحمانوف در شهر پراگ صورت داد. خب تقریبا که می شود بگیم که اولین پیشوازی بود که چنین با یک شکل دیگر با یک طرز دیگر با رحمانوف روبرو می شود. اصلا می تونیم بگیم که یک نمونه نو، یک طرز نو در پیشوازگیری رحمانوف از جانب مردم بود. تقریبا که طول 25 سال رحمانوف فقط در هر یک پیشوازگیریش مجبورن یا اینکه مردم مجبور میکردن یا که چنین وانمود میساختن که گویا رحمانوف پرزیدنت مردمی است و از جانب مردم انتخاب میشده است و هر شهر ناحیه و منطقه‌هایی که در داخل تاجیکستان می‌رفت، گل قطی، قالین قطی، خب شعر قطی، فطیر مسکه قطی پیشوازش می‌گرفتن و در سفرهای خارجش باشه همیشه به سر صدا بدون آنکه در او کشور اصلا یکان تاجیک وجود دارد همین خیلی صورت می‌گرفت. اما این دفعه واقعا هم یک چیزی نو بود، یک پدیده نو بود، یک پیشوازگیری نو بود که خدی رحمانوف در شک اومدگی هستی و مطمئن هستم که تا خیلی دیگر اصلا دیگر به هوش نمیویم. کسی که فقط تعریف توصیف دستو پیشی بر فقط شعر میشنوید، امروز در روی این شخص تو خائنی، تو دیکتاتوری، تو قاتل خلق تاجیکی، تو یک ظالمی، تو هیچی. این همین کلمه‌ای بودن که در گوش رحمانوف رسیده شد. واقعا هم این یک پیروزی در نام ملت تاجیک ثبت می شود، در تاریخ تاجیکستان ثبت می شود و این روز مردم تاجیک هرگز فراموش نمی کنند که در روی این طاغوت حقیقت گفته شد، در روی این ظالم گپی که باید گفته می شود چندین سال ها پیش در روش آشکار گفته شدند. قسمت دوم میگذاریم به واکنشی نماینده های حکومت، نماینده های دیپلماتی رحمانوف که باید این شخصا نمونه و معرف کننده تاجیکستان و ملت تاجیکستان در بیرون از تاجیکستان باشند. دیدید چخیل نمایندگی از ملت تاجیک میکنن این مافیا، من اینا را حکومت نمیگم، این مافیا کریمینال نی مافیا، دیده چه خیلی از مردم نمایندگی میکنن. این یک مثال خرد هست از این رژیمی که بالای مردم حکمران است. اخلاق اینا را دیده، گبزنی اینا را دیده، معامله اینا را دیده، دیدن که با کدام درجه پست اومدگی رسیدگی هستند که در روزی روشن آشکار حقارت میکنن. انمین خصلت، انمین کمبودی، انمین طرز قطعی صحبت کردن از بالا تا پایان همه این کسایی که در حکومت هستند و کسایی که در گرد اطراف رحمانوف هستند، اینمین خیلی هستند. اینا میگن تربیت کرده های رحمانوف. این کسایی که شما دیدید به این ملت یگان ربط ندارن و نمایندگی از این ملت نمیکنن. تاجیک مردم با چنین صفت های پست از ما نیستن. انمین نقطه بود که ما به جهانی رسوندیم.
و این همی چیز ما میخواستیم که از اونا بفهمیم و گفته های ما حقیقت پیدا کرد که این رژیم به این ملت یکان ربطی نداره. ما دکزت کردیم که ببینید که این حکومت کی هستند. اول به مردم خود نشان دادیم که ببینید این رژیم، دویم به جهان نشان دادیم. هر چیزی که گفته شد در برای رحمانوف دیکتاتور هستی، ظالم هستی، خائن هستی، قاتل هستی، با این همین معامله ای که نشان دادن به همین چیز ثابت شد. حتی کار تا جای رسید که آشکار تهدید کردن ما شما را میکشیم. یکی از برادرها گشت گفت که ایجا اروپا های هیچ کار کردن نمیتونه، گشت گفت که در همین اروپا را میکشیم. تون ثابت کردن که حاجی عمر اینا کشتگی هستن، ثابت کردن هر اپوزیسیونر و هر شهروندی تاجیکی که کشته میشه و از جانب امینا است. رژیمی که از روز پیدایشش تا امروز فقط کارش با از بین بردن روشنفکرا، از بین بردن زیایا، از بین بردن هر کسی که مخالفت میکنه با این رژیم. امروز الکی دنیا فهمید، دنیا یک چیز پیشکش این دنیا کرده شد که این همین رژیم است که شما از او حمایت میکنید یا اینکه با اون معامله میکنی. با چخیا گفته شد که شما کی را فریاد کردی؟ شما میدونی کی ای؟ اصلا با آب روی خودی چخیا و اروپا لطمه میزنه وقتی که راز رحمانوف استقبال میکنن. گفتیم که یک قاتل است. ببینید اینا در حیات چون یکم بار دیدیستن تنقیده، این چیزا در تاجیکستان معنن. خودی رحمانوف امضا کرده است که هر کسی مرا تنقید کنه این همین ستیش است. 5 سال زندان، 20,000 سومانی شترف، کار تا جای میرسه که برای تنقید میکشن. میدان را که در داخل من کردی اعتراض، وقتی که من کردی، وقتی که سخن گفتنی نموندی، مردم مجبور میشوند که بیرون از تاجیکستان اعتراض کنن. این روح خودی رحمانوف انتخاب کرد. رحمانوف کسی نیست که با او بشینی کروبل استول قطع گب زنی، با راه های دیپلماتی، راه های سیاسی یک مسئله را حل کنی. نمین است رحمانوف. امروز ما و شما اثبات کردیم که رحمانوف کسی نیست که اصلا تحملی گفتنی یا که تحملی تنقید کردن را داشته باشه. رحمانوف کسی است که سازشنامه صلح از بین برد. رحمانوف کسی است که امروز 200, 300, 400, 500 تا زندانی سیاسی داریم. تنها یک همه اونو بیگناه هستن، چی در صف برادرای نهضتی و چی در صف برادرای گروه 24 و دیگر حرکت ها و شخصیت های مستقل. امروز جامعه جهانی مسئول است، مسئول است که در این مسئله بی‌طرف نباشه. دستگیری رحمانوف یعنی که دستگیری قتل می شود، دستگیری به اکستریمیست تروریسم می شود. همین معنا است، دیگر معنا ندارد. حمایت از رحمانوف حمایت از قتل و کشتار است. حمایت رحمانوف به معنای حمایت ظلم بالای مردم تاجیک است. ادامه اینمین ظلم، ادامه اینمین رنج، اینمین عذاب مردم تاجیک است. یگان معنای دیگر ندارد. رحمانوف خودش الکی درک کرد، درک کردی این اخیران سفر به سر صدام در دنیا بود. امروز دیگر علاقه جوانان تاجیکستان قرار نمیشینن. هر کجایی که رحمانوف قدم میزنه انمین خیلی پیشواز میگیره و حتی از این بدتر. این پیغام خودی رحمانوف علاقه درک کرد. من تشکر از این برادرهایی که در اوجه اشتراک کردن، واقعا هم منت داری خودم بیان میکنم با شجاعت اینا، با غیرت اینا، کسانی که با پروکاسیا دوده نشدن، دشنام نکردن، نام شما ملت را پس نزدن، چون که اینا نمایندگی از شما میکردن. در صفتهای ما، در اخلاق ما، در معامله تاجیکی ما چنین رفتار با دشمنی خود نمیکنیم. در همون نوار گفته شد، صدارم هست که بگذاره اینا را ملت گوش کنن و ملت خودشون قضاوت کنن. دوستای عزیز، کسایی که جمع را میشنوی، این همین دوزدا، این همین
علی بابا و 40 راهزن به شما میسپاریم، خود شما قضاوت کنید. میگذریم به هدفهای سفر که رحمانوف براش آمده بود، آیا کامیاب شد یا که نه. مطمئن باشید دوستای عزیز، مطمئن باشید دوستای عزیز، برای اون هدفی که آمده رحمانوف، گرندگیری، پولگیری، قرضگیری، هر چیزی که بود کامیاب نشد. این ضربه ای که رحمانوف خورد، این نه تنها در چخیه بلکه در تمام اروپا سر صداش رفت رسید. امروز تمام ژورنالیست ها از تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان درباره این همین سفر دم میزنند و روزای نزدیک باز هم میبینید که در گازت های چخیه، در گازت های زبان عربی، فرانسوزی، نمسی، انگلیسی مشاهده میکنی که رحمانوف چیگونه پیشواز گرفته شد و چیگونه ریاکسیا از جانب رحمانوف به ملت تاجیک شد. واقعا هم اگر رحمانوف میخواست که دکزت کنه که پریزیدنت مردمی است، میگشت، میامد، گوش میکرد. اما ریاکسیا رحمانوف چی بود؟ گوشوده پخته زده، گریخ فقط. فقط گریخت است. زمین نکفید بدرویه و از همین صدای دیکتاتور بدنی رحمانوف خلاص شود. مطمئن باشید رحمانوف از تولد شیدگیش پشیمون شد. ولی آمدن چخیش یک طرف بیسته. واقعا هم اگر که پریزیدنت مردمی می بود نمی گریخت. واقعا هم اگر پریزیدنت مردمی می بود این سگ بچه هاش سگ واره هر رس نمی کردن. می دونین چی میگه سگ بچه هاش؟ ملت پیلت نیست. ملت این رحمانوف های. ما شما را میکشیم در کارشوها در اروپا. این گپوی هستن که با گوش نمیدیم و مسئولی گفته ها هستیم و ایچ چیز را ما به جواب نمیمونیم. مسئله دشنام میان ما و آنها میمونه، اینا به جواب نمیمونن. علکه نام، فامیلیا، چی کارا بودن، همه دنیای سگ بچه هایی که در اعتراض، در این بگیم اعتراض با کنیش نشان دادن، علکه رسیدگی است و برادرو بالاش کار کرده استادن. مطمئن باشید دوستای عزیز، جواب ندادن این جوان ها و این سگ بچه ها به خاطر شما بود، به خاطر پست نکردن قدر ملت بود. ما را موقع بچه خوب نیستیم که هرچی بگن گوش کنیم. ما اصلا با اینا کار نداریم، چون که ما کشتل پدر اینا قپیدگیم. او کی رفت اینا همش وازدوخ می شوند، اینا همش افتماتیست که از بین می روند. مشکلی ما با خود رحمانوف است. ریاکسی را ببینه که امروز طاقت شنیدن این همین گپا را ندارن. خیال کردن اینجا تاجیکستان هایی، خیال کردن که در اینجا را رحمانوف رو کودی تیلی. هر چی که همو بخواه همو را می بینه، همو را می شنوه. شما وقتی که رحمانوف خونه خدا را بندست، شما را اینقدر درد نکرده بود. وقتی که رحمانوف از اونو را معن کرد، صدای الله اکبر را معن کرد، اینقدر دیوانه نشیده بودی. پس خدای شما کی است؟ رحمانوف یا که الله؟ او قدر اگر که رحمانوف برای خود خدا میشموره، امروز میمره، پگه میمره، بعد چی کار میکنی؟ در پیش این ملت چی جواب میگی؟ این پیغام و تمامی کسانی هستن که از رحمانوف حمایت میکنن. رحمانوف پگه از بین میره، شما میمونی و عینی ملت. هزار کنش جان شما، جان او را شما قپیده نمیتونی. یک دقیقه پیش قفا کرده نمیتونی. از خدا رم که نترسیده، از سوال جواب خدا نترسیده، از سوال جواب این ملت بترسی. خب دوستوی عزیز، سخن دیگر طولانی نمیکنیم. من راستی فکر اندیشه شما را شنویدنی بودم. مردم کسایی که اونو در اختیار شما هستن، زنگ بزنین، فکر اندیشه شما آید و این پیشوازگیری رحمانوف از شما شنیدن میخواهیم. ما خیلی گفتیم، بیایید فکر اندیشه خودتون را بیان کنید. وایبر، واتس اپ، ایمو در اختیار شما هستن، زنگ بزنید، تماس بگیرید و از این حادثه قصه کنید.
سوال جوابم که باشد انشاءالله که در خدمتتون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز، برادر نازه سوزه، الحمدلله برادر، رحمت های کلام برادر نوری، سلامت باشین برادر جان، خدا قبول کند. بودی کم بوده از همونه بوقت بر وقت رمون وقتی که میدونیستن آخر از سهرابی ها میدونیستن آخر اونجا خبر میکره ما هم میرفتم اونجا. برادر جان، این اولی کار و آخری کار نیست، انشاءالله که برنامه ها بالای رحمانوف زیاد هستند. حتما حتما در هر گوشه و کناری که چنین استقبال شود از ایجا اوسو برنامه که شد، حتما اعلان میکنیم و کمره ببنده بیشتر زیادتر و ویمتر پیشوازش میگیریم. این سوپ سرخ و پمیدار با این سوپ سرخ تباد تباد گوش گرفتم برادر خدا، اصلا با زمت خدا. بله مطمئن هستم، باور دارم که میدونم، حس میکنم خرسندی ملت تاجیکه. همون احساساتی که ما داریم، همون احساسات درک میکنم که شما هم داریم و امید داریم که این پیروزی، این سببی بیداری تمام جوانان تاجیکستان شود. همون قالبی ترس، همون قالبی که سالها است در دل ما غبار کردگی است، همون از بین برود و شجاعت، دلیری و غیرت را به تمام ملت بده که دیگه اصلا روزی از داخل تاجیکستان هم خیلی پیشوازش بگیریم. انشاءالله سلامت باشی برادر جان. اما با مزه کریم همه تماشا کریم، اما خیلی کم بودی بوده سو آخر یک نگفتن آخر برای اولین بار بهترین است. با وجود کم بودی ها برای اولین بار بهترین است. دفعه آینده بهتر و خوبتر می شود. خدا نگهبان. یکان چیزی گفتنی دیگه داره؟ مبارک باز کردنی بودم در همین شما هایم یک اون پیرو دیکتی. زنده باشه برادر جان، خدا نگه بار. مالش مالش نامه خوبی. نه یک برادر دیگر زنگ میزنم. الو، و علیکم السلام و رحمت الله برادر عزیز. خدا را شکر برادر جان، از خودتون گپ زنید که چخیل هستیم، خوب هستیم. چخیل چخیل خودتونه چخیل حس میکنی؟ خوب خوب به حق دلگو هستیم. انشاءالله شیطان از واقعی چهره واقعیش از آشکار کردی برونه. زنده باشی، خدا قبول کند و مایه پیروزی، مایه ناترسی و ما شما گردن انشاءالله. او برای امو بدبختش افراد میکنه چی میکنه؟ امو کسا بردارش. بله هم بدبخت شما که گوش کشتن بعدی بدین چه خورد میکنی بروه. اون کسا اگر که دین می داشتن برای حاجت، برای بخشش پرسیدن نیست، چون این وظیفه ما و شما هست. مسئله دشنام میموند، اون هم ما خاموشی هم برای شما بود و اونا حتما به جواب نمیموند. روزی شما اونا را جواب میتی و اون روز دیر نیست. ما با عدالت مردم، با تصمیم گیری مردم، با سودی مردم باوری کامل داریم که روز اونو را میکشن به این سود. زنده باشی دوستی عزیز، میندار هستیم. خب یک برادر دیناشت است که بنده از تاجیکستان نوار رو خوب تماشا کردیم. احسن به شما، اولین واکنش روبروی پریزیدنت در مدت 25 سال بسیار عالی جناب بود. اگر یک بلنگویت می بود باز هم بهتر. برادر خرسنجان در همونجا بود، صداش از 10 میکروفون بلند بود، از بلندگویک هم باور کنید صداشون خسته نبینند و باز هم قوی تر و بخواه تر بشوند. خب دوستان عزیز، بیاید سری مهمان ها صحبت هایی که چنانه که ما در اول برنامه گفتردیم، جزء برنامه این است که کسایی که در این
همایش اعتراضی اشتراک کرده بودند بر ضد رحمانوف، از اونا نگیریم و فکر و نظر اندیشهاشون اوید به این پیکت میپرسیم. خب دوستی عزیز، در پیش ما برادر خورسندجان نشسته هستند. خب این تلفن رو میبرداریم، بعد هم برمیگردیم. الو. الو. سلام علیکم برادر. خیلی نوریدین، صحبت خوبه؟ الحمدلله برادر جان، شما خوب هستین؟ اشهر اما ما خوشم مینار دوره خواهد با شما پیان خواهد بیش با فکرم برای یک جو سفر کردنش دیگه ای امام تپت میشه روا یا نروا. درست است برادر جان، درست است. همین یک پیشنهاد ما می بود که اما اورا پارلمان هست اینجا حقوق کمیته که پراف شاید داره با امون را برای هم حقارت کدگیشون تو در دادن در کاره چیکار کنن در کاره این پیشنهاد های ما بود چی خیلی پیتر میکنم. بله درست، ما اینجا چندین کانالوی هم بگیم که چی را میبینیم، حقوقی را میبینیم و از همه بیشتر به مردم اونو را میسپوریم، مردم اونو را جوابشون را بتن. همونش بهتر نیست؟ ایش هم بهتر آید. اونو حتما جواب میگن، اونو یکان راه گریز دیگه ندارن. از قوت مردم خود ما باوری داریم. پیروزی اولین مبارک با شما، خدا خواهد آیندهش هم کمرها را تخت بسته مقابل گفت گپای حیوان خیسته زنده باشید. مبارزان ببریم و مردم با فکر و ترس و حراس رو کم کم گم کنید. بله بله، مردم باور کنید راستی واقعا هم مردم تاجیک امروز ثابت کردن و باز هم در آینده ثابت میکنن. مردم تاجیک و باور کنید تصمیم بگیره اگر دیگه او برنمیگرده، او کاری که اگیش میکنه و این رحمان فهم خچم خوب بدونه که وقتی تاجیک خیز دیگه خورش کندگی هی. از همین خاموشی مردم استفاده برده شده است، اما میدونه که روز اگر بخیزن قبر خدم قطعی اولاد رو کنه گیه. من باوری دارم که یاد پیشواز دیگه هم تاریخ شوه، اراده مبارزا مستقر می شوه، قوی تر می شوه، انشالله همه خوب می شوه. یک دو بردی همین تاریخ شوه کو؟ یک دو بردی دیگه برادر من مطمئن هستم، یک دو بردی اگر همین تاریخ شوه، من فکرم که همو کمان دای خودش یک از میبرام میگه که همین رفتگی دیگه نیا سراز پیروارود میکنه. لیکن ما بایش هم اکولی روزی نیستیم، معنی اونها نداره که بجوی رحمون و یک از دیگه بیام روز میشیم. نه کمان در باید پول نی توزه شوه، اینمی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پول نی بگیم که یک اون کسی که در ظلم مردم اشتراک کرده گیه ضررش بین این ملت رسیده گیه قطی رحمون دودو گریف کرده گیه سازیش کرده گیه بر علیه مردم، کسی که در این زمین فروشی اشتراک کرده بود، کسی که خیانت بین این ملت کرده گیه است، کسی که این برقی مردم هم میدزده پول شبه دیگر مثلا که در کیسه خودش میسره، همه اینا باید که به جوابگری مردم باید که کشیده شوند و اینا حق فعالیت در سیاست ابسلوت ندیگه ندارن. انشالله همه این عملی میشود، خب وقتی بیشتر دیگه هم نمانده است. زنده باشه، تشکر برادر. پیشواز دیگه هم خیر باشد، خودش با فکرم فکر میکند که سودان از بفرم قرد نید. زنده باشه برادر، تشکر برای تماستان. سلامت باشه. خب میگذاریم به مهمانای امروز. برادر خورسندجان در پرمی ما هستن. برادر خورسندجان خوش آمدید به برنامه صدای مردم. دوستی عزیز، پیش از همه می گفتید که چرا تصمیم گرفته که رحمانوف برای پیشواز بگیرید؟ خب السلام علیکم و رحمت الله و برکات. برادر نوردین، اولا تشکر میکنیم که ما در این برنامه خود تکلیف کردید. یعنی موضوع ما از این بود که نترسیدی اولو واکنش رو چیکار میشود، مثلا که ما بودو شما را خیلی چه تصمیم گرفته که بله من میرم، یعنی از رحمانوف یکان ترس حرف نداشتی، خب یکان تهدیدهایی که بالای خودت یا که بالای خانوادت میشود این چیزا نبود، چی شد که تصمیم گرفتی بله من میرم؟ خب برادر عزیز، وقتی که ما در همین را برآمدیم ما راستی از مستی نبرآمده بودیم،
ای پستی بر آمده بودیم، ما می دانستیم که این راه عاقبت از چی می شود، چی تهدید ها می شود. بعد این آرزوی بود که یک روز شود که یک روز شد که همین طرف های ما بیاد که ما را پیشواز گیریم با آمریکا. چه خیلی که پیشواز گرفتیم درباره بالای خانواده ما زور می آید یا تهدید به کشتن یا ایسو ایسو، در این بارا یکان مایده فکر نداشتم. فکر من فقط شرمنده کردن این ظالم و درد مردم و کی بودن آن را به گوش او برسانده بود. زنده باشه و رسانده انشاءالله. تشکر. خوب برادر خرسان جان، آینده برنامه ها چی هست در دست؟ یعنی که چی برنامه داریم برای مبارزه و برای باز هم شرمنده کردن رحمانوف؟ روی دست یکون استراتیجی یا یکون برنامه داریم؟ بله برادر عزیز، انشاءالله که در سال 2017 خیلی برنامه های جالبی داریم انشاءالله، با دعای برادران عزیز، با یاردم برادر عزیز و با خواست الله که انشاءالله از سال 2017 اوسو کوشش میکنیم که باز هم برنامه های خوب و جالب داریم برای مردم، برای شهروندای تاجیکستان، برای که این مبارزه ما هر چقدر جالب تر شد به گوش مردم هر چقدر پهن شود داریم انشاءالله برنامه خوبی داریم. زنده چی گفتنی هستی که رحمان فروز نمیتیه اولی با امتا بگیم که غمش میتیه. ولی برادر عزیز چخل که همراه یک جای رفتیم راه خود دیدی که چخلی برق بود، چخلی وزمینی بود، عذاب کشدیم در به همه این خستگی ها نگاه نکرده به هدف خود رسیدیم در این سفری که داشتیم. زنده باشی برادر، اوغوز شما هم خسته نباشن. راستی در همین چند روز سوری سبشنه اومدن همه از اوغوز خیلی دمی زدن که واقعا هم اصلا یعنی که اوغوز یک آدم نباشیم در داخلت یک اوغوز 10-15 آدم دیگر بگیم که جای گیرم دست. زنده باشی، دست در نکنه برادر جان، یکون پیغام دیگر برای ملت داشته باشین بفرموین. من برای ملت گفتنیم که این کار که ما کردیم البته این با دعای شما، با کمک بعضی برادرها، با خواست خداوند شد که ما این ظالم را شرمنده کردیم. انشاءالله به همه برادرای تاجیک و برادرای مبارز خواهانم که در دل اوها حسیات وطن دوستی و حسیات خدا ترسی در دلشان پیدا شود. در دفعه آینده 4 کس نه، باید 40 کس رو پیشواز گیریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده و سلامت باشین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب با برادر خرسان جان بدیم تشکر و منداری خدمت رو بیان میکنیم از نام تمام ملت، ملت آزاد و ملت جسور و ملت بناموس. خب اینجا برمیگردیم به تلفن های برادران، میتونن زنگ بزنن و فکر اندیشه خشون بگن برسونن، سوال های دارن، پیشنهاد های دارن. اینجا برادر سبشین نوشتن که سلام علیکم. خب تلفن هم برداریم برمیگردیم. خب برادر عزیز خوش آمدید به برنامه صدای مردم. خب دوست عزیز، ضربه ای که بالای رحمانوف شد چگونه قبولش کردی؟ جوی بود با خدا استفاده را گفت دیگه پو و 5 کیلو دیگه گوش دیگه گرفتیم. زنده باشی برادر عزیز. خب دوست عزیز، ما برای همو چورکوی گفت دیگه پو ساوری مینی از سخن داشتیم برای چکی در اوجا با نام چورکا را گرفتن رو دیگه خیلی تر منکتی و اکتون کی هم چی با چورکا گفتن یکی او را چورکای گفت دیگه پو ساوری مینی میگم بابا بابا رو دیگه برای ما اکوراتوی کزاگیشون کم اکر غمگین شدیم. نخو تو حیوان که نباشی، نخو ملت اخته همو تلیکوی خونه در شهر مردم گفتی که پر هم که اکورات کنیم. رو دیگه خیلی روز که خوب غمگین شدیم در براجون. خوبه دیگه اوفی؟ ها الحمدلله. زنچید در دلت یک غضب بود زیادتر شد نسبت همین حکومت، درست است؟ ما غضب هم اویدی اومالی و کنه شده اویدی نمی چهار تا حیوانی که در همون جا بودن اویدی و بسیار تا شده تا دیگه از بوچه شرمندگی را گفت که پا از چکش
عرق کردن نمیدونه چکه شد تو زکنه یو تا شد پا یک خنده ایگه اونم گیرید برام خولی همو. خب اگر راستی اونا برادر عزیز اگر که ما رنگ خودت غضبناک میشیدیم رحمان و فراموش میکردیم قطعی اینو بحث میکردیم اونا همون قچز میخواستن اونا میخواستن که ما بشینیم قطعی همون وقت اونا مشغول کنیم اصلا طرف رحمان رو نگه نکنیم. اما دوست عزیز بار دیگر تکرار میکنیم که مشکلی ما با اینانه با پدر اینا هست نهی مشکلی ما یعنی که او رحمان و فهمو قطعیش کشتر با کشتر که اگیم او را که چپا کنیم اینا همش امروز گم میشوند اینا دیگر اونا مو شترمرخی که سرش تای خوک میکنن اما تا دیگر از دیگر ایون نام نشون نمیمونن. بنابر همین از تمام جوان ها خواهش میکنم که وقتشون با این کچکو و با این سگو و اینا چی نکنن وقت نگذرونن هدف رحمان و فای باور کنی همونجا من همین جوان ها را مشاهید هستن همونجا در هر یک دفعه که اینا اگر چی میگفتن میخواستن ما خواهد چو چیشیم رحمان و فای اگر چی میگفتیم که انم خیل اینم خیل در چی میدرو مدن دیوانا میشیدن گفتیم که این رحیلش نیفته همین رحمان و چیزا میگیم اینو دیگه نمیشود این همین رحمان و فای چی میگوش خیال منی او چه یورا خوراب کگی بعد یافتیم حیله را جورا دیگه همین رحمان و فای جورا قاب هم میشفیدیم یا هیچ دیگه نمیشیدن زیده بوشی برو در جور. بله اکا جان اکای رز نوردین بسیار خوشحال شدیم که راستی گفت در میانه جوانه پشتم حتن افتاده فرزندوی با غیرت کشت و با یگم که نترسیدن رفتن در پیش رو پارو جوریم گفتی گفت با پی اکا زدن بسیار گفتی گفت می نداریم اکا جان افتوس که خیلی اکا رحمان دوتر بوده در بارتون راست نایید شدیم همیش کم اکای مورم چیم در بارتون میشدیم بسیار با خوب میشیده تدبیر میشیدیم بسیار با خوب میشید که در بارتون یک جوی افتیم اگر چی خیلی گردنم اگر ایمو یگم هم بودی باشه بخشش از اون رحمت خدا با شما که خیلی هستیم در بار ما زنده باشه برادر در بارتون هستیم اینشالله زنده باشه برادر عزیز انامین قوت ها از همین صحبت های شما برادر عزیز ما میگیریم ما همیتا گفتنی هم اکای نوردین که با جوانه که وزیر تیمور را گوش میکنن تیمور ایگون که اولاد امومالی ما باید ایز رو مای سرمون دور کنیم بس ایگه خیلی اک ما عذاب کشتیم ما نک بو بو عذاب کشن انا نهی خیلی نیستن یعنی که همه با هم انشالله یک کار میکنیم همه با هم مسئولیتی همه است این چیز زنده باشی سربلند باشی برادر عزیز فرصت به دیگر دوستا بتیم صحبت کنن مالو درمون خدا باشین خوب برادر جان و علیکم السلام و رحمت الله. خب دوستا میتونن زنگ بزنن برای جا تلفن نو گرم شدن. خب فکر میکنم که جا سگای رحمان فهمم جا هستن حضور دارن الکی سابشین روی کردی سودن. خب به هر حال مشکل نیست ما گفتیم به پدرشون قطعی کار داریم. خب سینه از بسیار ضعیف است انا بینو با همین نتونستیم که خوب صحبت کنیم. اینجا یک برادر زنگ زدن خواهش کردن که زنگ زنه که زنگ میزنم زنگی دهیم الو سلام علیکم و علیکم سلام برادر عزیز الحمدلله برادر شما خوب هستیم احمد برادر جون خوب حقای اوزت شما خیلی بر وقت شده بود اوزت نشینده بودم برادر روی زیل و همه تون سلام علیکم باید بود دیگه یک هشت مخلا دروگو نتونه همین زیلی رو گوش نکره بودم آو زیل اگه دیلم صفت نتر بود کچت کرم در اومدم برادر همه تون خوبه جین الحمدلله شو بخلتون ایت تاری تقبول میشه برادر رو ای در دست ما و شما هست اینمین اگر که اگر که بیدار بشیم از قفاش بشیم کمره ببندیم یک دو روز در فکر زندگی نباشیم در فکر شکم نشیم یک دو فکر دیگر دو روز دیگر در فکر زن فرزن نشیم از قفای میشیم باور که همه را میپرتویم میروان
نیکی متاسفانه برادر جان متاسفانه برادر او یک دسته شیدن در کل یک دسته که نمیشن وقتی هم گل گل که هم گل که جمع نکنه یک برادر جان میدونه که به هم همسر تمیت هم گل هم همسر تم باشه خرسند میشه وقتی که همه یک جوی یک دسته میشه این برادر او این خرسندی برای خمونه برادر جان برای دیگر کس نیست برای اوینده خدمونه برای فرزنده خدمونه ما هم بمریم بریم فرزنده ما زده به آب رو به مهنت حلال خوشون خور کنن زندگیش نه پیش برن از نیسته کشتو رنگ مو از آب دنه هفت هشت و شوی رسیه گشت امینه انا همین نقطه که از ما پیشتر ذکر کردم که اگر ما یک کمکک بگیم پاوزه کنیم زندگی را از قفا شدن زن کودک فرزنده را بگیم ستوب من یک چند مدت از قفای مبارزه بخاطر شما از قفای همین میشم یک کمکک وقت جدا کنن از قفای رحمانو شون شلو که کار حل میشود اما متاسفانه همه ما اماده نیستیم برای همین چیزه همه ما بگیم که خیلی دیگرو هستن خیلی ها که به من توقع چی میشود همه یک بهونه و یک عذر و یک پرابلم های خیچه مثلا چی که استن نیکی در حالی که همه پرابلم اساسی ما یعنی خیلی رحمان و فای زندگی را میخوایی خوب شود یعنی رحمان و فای چپکه میخوایی که فرزندات بخونن یک چی بشون رحمان و فای چپکه میخوایی که فرزند اوله و زندگی سعادتمند باشه یعنی رحمان و فای چپکه میخوایی که دنیا و آخرتت آباد شود یعنی رحمان و فای چپکه اینم یک راه دیگه نداریم روزی که ما همین تصمیم گرفتیم که همین تمامی خوشی های ما در رحمان و چپک کردن ای همه میخیزن از قفای همین میشوند نه که ما متاسفانه خیال میکنیم که همین چکم و گشنه ای سیر کردن ایز نه چی رسیه رفتن ای نه مثل پرابلم رحمان و فای بگی او را چپک دیگر رسیه نمیره در تاجیکستان خودت کار میوی میشنوی برادر صداقت شد الو السلام علیکم و علیکم سلام برادر عزیز صدای من خوبه برادر جان صد فویز مینام برادر کلقتی بود رو در میدون خوب برادر عزیز من در صدای مردم داخل نبودم و خودر که یک کورمون برمت و کور مشغول دیم گفتنی بودم که برادر عزیز خدا یک تا کنه نگه همه ما و شما باشد برادر جان به نهایت خدمت تزمین کرده برادر منتداری میکنیم برادر عزیز من در یک سوال سر من که در رد دل برادر تو بگیم که کمبودی شما را گفته شده من در برادر را پیشنهاد میکنیم که کمبودی همه من داریم اول خصوص شما ها برای کمبودی شما ها از بانگ بردن که همه چیز شما را باید ما محیا کنیم بای برادرها گفتنی بودم که همین یوردم کردن فراموش نکنن برادرها برای چی بلنگویا گو چی یک کامیره خوب و چی برای زندگی و برای یک جا رفتن اومدن برای همه همین مبلغ لازم است برادر جان برای همون قرم یکم که همین تیوی کشلوکه برادرها من فراموش نکنن امروز درد ملت تاجیکستان در سر همه ما و شما هستن و انمی خاطر همین گلا بای برادرها گفتنی بزن تشکر زیاد برادر عزیز سلامت باشی برادر جان تشکر واقعا هم وقتی از کمبودی حرف می رود یکون کس ایدیال نیست یعنی که یکون کس معصوم نیست یکون کس بیگناه نیست یکون کس بیکمبودی نیست هر کسی میگه من خطاگی ندارم اصلا نادرست است اشتباه میکنه یکون کس دریجه پیغمبر نیست همه ما شما کمبودی داریم فقط راه حل در کمبودی و در خطاگی های یک دیگر اصلاح کردن باشیم دنبال اصلاح کردن کمبودی ها باشیم نه مثلا که به هدف پس زدن یا اینکه بگیم که ضربه زدن خب برمیگردیم به تلفن ها و قبول زنگ ها اینجا یک برادر نوشتن که چرا نگفتید که به ما برق بدهد
اینکه چرا ما برق نداریم. این دوستی عزیزم و شکر یک چیز در اینجا برسونم که ما نزد رحمانوف نرفتیم تا اون زوره کنیم که با ما برق بتیم. ما نزد رحمانوف نرفتیم سرخم کنیم یک اون چیز طلب کنیم. ما نزد رحمانوف نرفتیم تا اینکه از او بطلبی میگونشیم. ما نزد رحمانوف سری بلند رفتیم، او نمایندگی از شما از خلق در روش خائن گفتیم تا اینکه خائن بشنوه، تحقیر کردن بشنوه. ملت وقتی تحقیر کرد بدوند که تحقیر چی است. ملت وقتی پس زد پسش زدیم تا اینکه بدوند پس زنی چی است. خیلی شید او بسیار بلند پرواز کرده است، او اصلا دیگه در زمین نمیگرده، پروازش دیگه است، پر برورده گی. الان پروش شکسته در دستش دادیم. رحمانوفا در جوش شنودیم، رحمانوفا در روش گفتیم قاتل هستیم. این چیزایی بدن که باید میشنوید. خائن وطن فروش، ما در پیش کسی سرخم نکرده بدیم و نمیکنیم. رحمانوف کسی نیسته که ما از او چیز طلب کنیم. بنابراین همین اینا خوب درک کنیم بنابراین رای اساس. زنده باشیم. میگذاریم به تلفن ها. یک برادر دوران زنگ میزنن. الو، سلام علیکم آقای ولی نجایی. و علیکم سلام برادر عزیز. سلامتی خوبه؟ سلامتی سوپر بهترین. شما خوب هستی؟ خوب سیده خدام هم میشه. خوب این روز یک ویدیو تماشا کردیم، باور که بهترین باور که ویدیوی خوب کردیم. این اومده را باور کنیلیش کرده. بله اصلا عزیدم بدش کردین. باور که بهترین ما چند وقت شده بود نمیدون اومده این روز گرد همین روز اومده این که دیده می باور که نایگری ها بود به حق و خیلی خرسان شدیم. فهمیدی که میشیده است؟ باور که نفهمیدی که میشیده. زنچی کمر هم میبندی اخی؟ کمر براق بسته ای بود. خلاص زنچی رحمانو هر کجایی که بیا همیتا پیشوازش میگیری؟ انشاءالله نیاد داریم که ما رنگ شما نتا شرده چی ما برایم پیشواز هم تا رنگ شما پیشوازش میدیم. تمام اگنیم بعد از برنامه زنگ مزنیم، صحبت میکنیم، مصلحت میکنیم. خب میگوی که در کدام تراتوریا هستی، هر یک کشور نامنویس میکنیم که در کجا چند تا شیرمرد هستی و هر لحظه ای که پیگیری میکنیم، هر لحظه ای که رحمانوف همون تراتوریا حرکت کردنی شد میگیم فلانی تیاری تبین همون طرف خود دومیس هست سنگر اب قب. زنده باشیم. امروز پیغامی من به تمامی برادرو ببروی جهاتون معین کنیم. در هر یک نقطه دنیا ما باید که سنگر داشته باشیم. ای کمی ای امریکا و کانادا علاقه برومگی هستن، اوجا هم هست. خب دیگر کشورهای دنیا، آفریقا، یوروپا، آسیا، استرالیا، کجایی که باشه نباشه، شیر بچه های جوان بگم که ما هستیم، ببروین نام نویس کنیم. نام فامیلیا هیچی در کار نیست، فقط فلان تراتوریا ده من هستم. تمام مسئولیت بر عهده میگیرم. اینا این مثل این برادر علاقه در مسکو اومده هستند که رحمانوفا پیشواز بگیرند. زنده باشی برادر جان. خب یکون گفتنی دیگه داری؟ نه سلامت باشی. یکون گفتنی هم که رحمت کلام برای این مهنت ها برای این زحمت ها تو اینشالله که یکون کزمه در این سیمه یکون چی اومد اینشالله ما در قد شما چی هست اینشالله که حتما هم سر زنده باشی برادر. قوتی ما شما هستی. خدا نگه بان. خب یا برادر نوردین جان، من مسکو ده هستم، کمری من بستگی هایی، من تیارم انشاءالله تیارم. یک دوستی در نیشتن که سلام علیکم برادران، ما در انقره هستیم. زنده باشی. زنده باشی برادر. واقعا این مسئله را خیلی بعد از چی میکنیم، نام نویس میکنیم کی در کجا هست برای سنگر گرفتن.
خب دوستی عزیز، یک برادر دیگر زنگ زدن. سلام علیکم. سلام علیکم. خب خوش آمدین خواهر عزیز با صدای مردم. خوش باشین. من دختر مرادی قوت هستم. خوش آمدین خواهر جون. عایشه هستین؟ بله عایشه. برادر عزیز تشکر زیاد، شما رفته تا یه ظالمی حرامی رو برو شیدین و گفتن شد نوتر ده گفتن که قاتل پدر ما رحمت کلان و کاش که همه او برادرای بدن می رفتن خوبتر می شیدن. زنده باشه، زنده باشه. تمام. و ما بخواهیم که این ظالمی حرامی در پیش بکاش یعنی یک تا یک تا هر یک موخ شه، هر یک دندان شه، هر یک نخون شه بکنن ما ببینیم دیل ما آرام بشه و در پیش ما آتمونه کشتگ ما رفتیم خودمون با دستمون آتمونه گود کرده. ما میخواهیم که همون روزی همی را ببینیم. ما میخواهیم که همون را کودکا شه از خودش سر کرده سنه بیروها شه ببینن. کسی که قد او در خوشای تمام اولاد اقدادش نمونه امی یکی سلیمانه همه کودکاش کشته شود. چی خیلی که او مادر رحم نکرد، مادر زهر داد. او چی خیلی که کودکی پنج ساله رحم نکرد، زهر داد. ما هم میخواهیم که همو چی خیلی که ما عذاب کشیدیم او را هم بکشن. زنده باشی. تشکر زیاد که خواهر عزیز عایشه بانو بجا به مردم برسونم که دختر شهید حاج مرعلی قوت هستند که زنگ و پیغام خچون میرسونن با صد برنامه صدای مردم. بفرمایید. برادرای که پول شده بودن نرفتن. برادرای که در پول شده بودن چرا نرفتن؟ خواهر عزیز همه امکانیت سفر نداره، یعنی که شما ایره خوب میدونی که دکومنت کاغذ پاسپورت این چیزا بسیار یعنی که مشکل هستند در اروپا. پولشه ده که از بس که در اوجا میتینگ ده زیاد بودن مردم، امروز اکثریت تاجیکا در همون پولشه هستند. ایره مثلا برای همون میتینگ پولشه زیاد بود مردموش. در چی؟ همه چهار نفری که رفتن شاگیر بودن پدری ما را شما اثبات کردین. ما همین روزی که دید همون روزی که شما رفتن ما دیدم شما را و همین خیلی فخر کردم که همین خیلی شاگیردای اوتای ما مرده باشم زنده هستن. بله بله خدی رحمان و فملکه ایچ در کرد که با کشتن حاج عمر ایک اخیری کار راهی حل نبده است. خب این حاجی را کشتیم، این چند حاجی دیگه از پیشم برآمدن و خی علکه خودش فهمید و این خطایی را در کرد که راهی حل کشتن نیسته. نکی این راهی حاجی عمر علی قواتوفا که آزادی ملت است و برای دین و برای وطن این روز تا روز مطمئن باشین و خدی رحمان و فهم مطمئن باشد که روز تا روز این حرکت زیادتر می شود و اینمین ترس کابوسی حاجی عمر رحمان و فهم تا وقتی که در همین دنیا هست سر میکنه، پیگیری میکنه، خواب است، بیدار است، او را اینمین خیلی میکشش. رحمان و فهم چی میکشه؟ اینمین کابوس ترس، اینمین دهشتی حاجی عمر علی قواتوف انشالله. تا ده سال که می شود پدری من قریب کشته شده. یک من شب روزاش همیخه ما در انتظار پدر می نکیم. همون روز ما نوترسی پدر مادر دیدم. در همین چهار نفر من نوترسی پدر ما دیدم. برای که پدری من گفته بود وقتی که مرا بپرانند با ای مردم من می گردم سنی شما نگاه می کنم. نکیم شما همین کار کرد و همون روز شما در همین نوترسی پدر مادر شما دیدم. با مادر عزیز سلام ما را برسون و این چیزم برسون که این اولی کار بود شرمنده شوی رحمانوف در روش قاتلی عمرعلی تو هستی گفتیم این اولی کار بود. خائن بدن رحمانوف در روش گفتیم این اولی کار بود.
در روش قاتل، ظالم، بدبخت کردگی ملت تاجیک تا هستی، اینا سخنهای بدن که این اولی کار هستن. با مادر عزیز برسان که روز می شود اینمی رحمان و فا اینمی سگ وره دزمین کشیده کشیده میاریم در پیش پای انگه می پرتویم. هر جزایی که اینمی مناسبی که اینمی انگه خودش می دانه بطیع اینمی رحمان و فا اینا این وعده را از جوانای تاجیک همچون مسئول مسئولیت شناس با انگه برسان که این ای کارمو میکنیم. ها برادری عزیز، ما همی هر روز هر ساعت در حق شما دعا میکنیم، هر روز هر ساعت در شما موفقیت، در شما غالبی گفته دعا میکنیم انشاءالله، و هر روز هر ساعت ما قاتلای پدر ما نگاه میکنیم که رنگ پدر ما کشته شوند. امام علی ظالم بدانه که پدر ما را کشت، ما زنده هستیم. یک روز نه یک روز ما قصدی پدر ما از فرزنداش، از نویروهاش، از تمام اولادش میگیریم. انشاءالله. انشاءالله. تشکر. تشکر. خب دختر شهید حاج عمر علی خواهد بودن در تماس با ما.